خوش آمدید، متشکرم از شما. بانا و یاد پروردگار، درود بر شما. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. یک کودکشای هیجانی دیگه از شبکه نسیم همراه من باشید. پشمان بازه خیلی ممنون و متشکرم. بفرمید. امیدوارم تا این لحظه از عید نوروز لذت برده باشید و بتونید از تمام لحظاتش استفاده کرده باشید. اصلا معلوم نیست فردا چه اتفاقی میفته، پس بهتره از لحظه‌مون لذت ببریم، بیشتر عشق ببرزیم، بیشتر پیشونی پدر، مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگمون رو ماچ بکنیم، از کنار هم بودن لذت ببریم تا معلوم نیست دوباره سال دیگه چه اتفاقی بیفته و بتونیم همدیگر رو ببینیم. پس بهتره که همدیگر با آغوش بکشیم، مهر ببرزیم و دلهامون رو به هم نزدیک بکنیم. همچنین حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما تبریک عرض میکنم مجدد. حالا که ماه رمضان هست، بهتره که به فلسفه این ماه هم فکر بکنیم. فلسفه این ماه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، فلسفه ما کمک به هم نوع و همدلی هست و فکر کنیم که آیا شده خودمون رو جای یک نفر دیگه بذاریم، آیا شده مشکلات دیگران رو درک بکنیم. توی این ماه بیشتر فکر بکنیم، سعی کنیم به هم نوعمون کمک کنیم، سعی کنیم که با بچه‌ها مهربان‌تر باشیم. بچه‌ها آینده ساز این مملکت هستن و قراره که ما آینده این مملکت رو به دست بچه‌ها بدیم، پس سعی کنیم که بیشتر بیاندیشیم. بریم که برنامه امشب رو با شور و هیجان و تشویق شما آغاز کنیم. امیدوارم تا اینجای نوروز بهتون خوش گذشته باشه، سفر رفته باشید، خستگی یک سال کار و فشار اقتصادی از تنتون در اومده باشه. نوروز جاییه که باید به همدیگه عشق بورزیم، سعی کنیم که به همدیگه مهر بورزیم، همدیگه رو به آغوش بکشیم، بر پیشانی پدر بزرگ، مادر بزرگ بوسه بزنیم، سعی کنیم دستاشون رو بفشاریم و گرمای تنشون رو احساس بکنیم. هیچ کس از فردای خودش خبر نداره، تا میتونید به همدیگه عشق بدید. اما مهمانان اول ما 20 ساله که زندگی مشترکشون رو آغاز کردن، یک خانواده 5 نفره. دعوت میکنم از خانواده رحیمی اربد. لطفاً مراقب پله ها باشید، با آرامش تشریف بیارید. خیلی خوش آمدید، خیلی خوش آمدید. بفرمایید 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 بفرمایید. عجله نکنید، درود بر شما. خیلی سال نوتون مبارک باشه، خیلی خوش اومدید مردم عزیز ایران. به نام خدا، عمران رحیمی اربد هستم، پدر هستی جان، مائده جان و مونا جان. سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های بازقی، بینندگان عزیز محترم، حضار عزیز. انشالله شب خوبی رو براتون رقم بزنیم. سال نو رو هم به همه مردم شریف ایران تبریک میگم. حلول ماه مبارک رمضان رو به مردم شریف ایران تبریک میگم. انشالله از این ماه پربرکت بهترین بهره رو ببرم. انشالله سال نو شما مبارک. سلامت. و سرکار خانم رحیمی اربد، شما هم سلام علیکی داشته باشید. به نام خدا، معصوم فرجی هستم، مادر هستی رحیمی. فرارسیدن سال جدید و به همه بینندگان عزیز تبریک میگم و نماز روزهاتون هم قبول باشه. به، براشون دست بزنیم. قول کردیم نه؟ سخته جلو دوربین؟ اولین بارش جلو دوربین، جلو تماشاچی سخته نه؟ همین ولی تو تلویزیون میبینیم که کاری نمیکنن این بکنیم. ولی وقتی توی صحنه میاد تازه متوجه میشید چقدر کار پر استرس و پر استرابیه. خیلی خوش آمدید و اینکه 20 سال ازدواج کردید، ماشاءالله بهتون. بله. بهتون نمیاد اصلا سه تا دختر داشته باشید، دختر 17 ساله داشته باشید. چند سالتون بود ازدواج کردین شما؟ من 20 سالم. 20 سالتون. بله. از خدمت سربازی که اومدم، خدمتم که تموم شد، یهمون بعدش خانوممو دیدم تو محلمون و بچه محل بودیم. بچه محل بودیم، بله. یه مادرم فرستادم رفت خونه‌شون و یه بعدش مراسمات بعدی. همه چی به سرعت انجام شد، درسته؟ همه چی به سرعت، آره، خدا رو شکر. الان چه احساسی داری که دختر بزرگ داری؟ مثلا سال دیگه دیپلم میگیره؟ خ...
خیلی خوشحالم که 3 تا دختر دارم. یعنی واقعا خدا رو شکر هر کسی دختر داره جاش وسط بهشت. واقعا هم که اینا حالا پسر داره بهشون برمیخوره. بعد دختر داره واقعا دختر نعمت، پسرم نعمته، ولی اصلا دختر... فرزند نعمت خداست. بله بله خیلی خوب. از خانم رحیمی بپرسیم، داشتن 3 تا دختر نعمت بزرگیه، افتخارم هست. بله راجبش بگی، توضیح بدید اونایی که نمیدونن بدونن که مثلا چه اتفاقی در منزل میفته. تربیتش خیلی سخته ولی به ثمر رسوندنش مهمه. بعد هیچی دیگه، آخرش مهمه دیگه. عصای دست شما هم هستن؟ بله دارم. البته آقای بازرگانی دخترها بابایی هستن. خب. من خودم هم بابایی بودم و الان سه تا دخترم هم بابایی هستن. طرف باباشون، حرف باباشون، اول بابایی، بعدم حرف منو گوش میکنن. نه حرف شما رو هم گوش میکنن قطعا، شما رو هم دوست دارن. حالا ایشالله که ازدواج کردن یا برای تحصیلات رفتن از خونه دور شدن، بعدا قدر شما رو بیشتر میدونن که وقتی میامدن خونه همه چی حاضر بود، وقتی میامدن همه چی مرتب بود. بعد میگن ای مامان کجایی که من وقت نمیکنم غذا درست کنم تو دوره دانشجویی. نه اینجوری هم نیست، بچه هم دیگر دوست دارن. راجع به هستی صحبت کنیم، به کدومتون بیشتر نزدیکه؟ هستی به من نزدیکتره. به شما نزدیکتر؟ چون باباشون صبح میره شب میاد. شب میاد؟ چرا؟ بابایی هم هست دیگه، خریدش اینا گردن پدره، از من خرید اینا نمیخواد، تا میاد خوراکی و اینا با باباش. استعدادش بیشتر به چه سمتیه؟ هستی جان جیمناستیکو خیلی دوست داره. بازه دید کلاس میده؟ نه خودش تو خونه. آره چطور؟ دختر عمشو، ببخشید، دختر عمشو، دختر عموش کلاس میرن. آها. خونه مادر بزرگشون یا خونه آره اونا که کاراشون رو میبینن برمیداره، الگو میگیره زود. چقدرم عالی. و خودتون فکر نکردید که بفرستینش کلاسی؟ چرا میخوام بفرستیمش انشالله. حالا زودتر این کار انجام بدید تا سنش پایینه بتونه که حداقل به یک موفقیت در کشور بده. حرکات ژیمناستیکو قشنگ انجام میده، صدر شد میزنه خودش. خب خدا رو شکر. و اینکه منتظر نذاریمشون، موافقی؟ بله. دعوت میکنم از هستی و خواهرانش با دستای شما. خیلی خوش آمدی، بفرمایید، بفرمایید. بله. آمدید. سال نوتون مبارک باشه. دختر بزرگتر شروع کنه. سلام خدمت شما و همه حضار گرامی. من مائده‌ام، دختر بزرگ خانواده. دختر بزرگ بودن چه حسی داره؟ حس خوبیه، ولی خب سختم هست دیگه. چی سخته؟ همین که مثلا نصف مثلا کارهای مامانتو بکنی، مسئولیت مامانتو بر عهده بگیری و اینا، به خواهرات بیشتر برسی. یعنی مامان کاراشو بندازه گردن شما؟ نه دیگه، بالاخره کمکش کنی و اینا، بالاخره بیشتر رو دوش دختر بزرگ است. و ولی حس خوبی داره دیگه. من خودم بچه دوم خونه بودم همیشه، ولی بچه اول معمولا یه مسئولیت بیشتری باید گردنش بشه. کلاس چندمین؟ من 11 هم. یعنی سال دیگه دیپلم میگیری؟ بله. و چه رشته میخوایم بخونین؟ من تجربی میخونم. یعنی میخواید پزشکی، یعنی زیر مجموعه پزشکی میخواید بخونید؟ بله اگه خدا بخواد. خودتون چه رشته دوست دارین؟ من خودم هم پرستاری و پزشکی خیلی دوست دارم. پرستاری هم دوست دارید. بسیار عالی. ما یادمه که در دوران کرونا اگه خاطرتون باشه، خیلی هم زمان نگذشته که کادر درمان بسیار زحمت کشیدن، بسیار کادر درمان از دست دادیم. امیدوارم که قدرشون رو بدونیم، انقدر باشون بد برخورد نکنیم. خیلی هاشون گلمندن و از همین جا هم نوروز رو بهشون تبریک میگیم. همین الان که یه سری نشستن تو خونه دارن برنامه ما رو تماشا میکنن، کادر درمان داره وظیفش انجام میده در نوروز دور از خانواده و از همین جا براشون دست بزنیم. خب مونا باش صحبت کنیم. سال نو شما مبارک باشه. سلام بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و عزیزان محترم. مونا رحیمی هستم، دختر وسط خانواده. کلاس چندم؟ هفتم. کلاس هفتمید شما. و اینکه دختر بزرگتر بودن از یه دختر، از یه خواهر دیگه چه حسی داره؟ حس خاصی نداره. حس خاصی نداره؟ چرا؟ مثلا با خواهرت بازی نمی‌کنی؟ نه. بیرون با خودت بازی نمی‌کنی؟ خیلی جدی هستن ایشون. نه اتفاقا. و خیلی روک لااقل برای دوربین مثلا گفت بله خیلی حس خوبی داره، من با خواهرم خیلی بازی میکنم.
نه بازی نمیخوام، اشکال نداره. و اینکه شما چه رشته میخواید درس بخونین؟ کار فناوری. چی؟ کار فناوری. کار و فناوری، اینم برای خودش رشته خوبیه. و برسیم به هستی. میکروفون رو بدید به هستی. سلام علیکم. سلام. سلام. خودتو معرفی کن دخترم. من هستی رمی هستم. دختر بابا ها؟ دختر مامان بابام. اومدم که کودستو بازی کنم. آفرین، برش دست بزنیم و قشنگ هستی بزنیم. خب ببینم کدوم یکی از خواهرت بیشتر باید بازی میکنه؟ مائده. مائده بیشتر بازی. مونا نه؟ چرا؟ آخه مائده رو بیشتر دوست دارم. مگه میشه آدم خواهرش رو دوست داره دیگه بیشتر کمتر نداره که. بریم اتاق بازی. باید با خواهرات بری بازی کنی. ما بابا و مامان اینجا نگه داریم. دوست داری بری اتاق بازی؟ آره. بله. پس ما هستی رو منتظر نمیذاریم. خواهش میکنیم از مونا و مائده که هستی رو همراهی کنن تا اتاق بازی. بفرمایید. خیلی خوب، اتاق بازی رو ببینیم. یه ذره بازی شاید برای هستی سخت باشه، اما خواهرش اونجا هستن کمکش میکنن. قرار عین اون نمونه اون مثلث ها رو با اون سازه هایی که دوستان روی زمین گذاشتن بسازن. سوال مسابقه رو ببینیم. هستی با کمک خواهرش در 120 ثانیه چند مثلث رو میتواند کامل کند؟ 1 تا 2، 3 تا 4، 5 تا 6، 7 تا 8. مشورت 5 تا 6. مشورت نمی‌کنید با همسرتون؟ 5 تا 6 میتونه. سخته درست آقای بازقی؟ سخت نیست، ولی بهش میگن دیگه، خواهرش بهش میگن اینو اینجا بذار، اونو اونجا بذار، کمکش میکنه. 5 تا 6. گزینه 3. اما انتخاب خانواده رحیمی گزینه 3 هست. معتقدن هستی به کمک خواهرش بین 5 تا 6 مثلث رو میتونه کامل بکنه. با شمارش ما میریم اتاق بازی. میشماریم. 120 ثانیه از همین لحظه آغاز میشه. اینجا. خدا رو شکر مونا هم داره باهاشون بازی میکنه. میگم خدا رو شکر مونا هم داره باهاشون بازی میکنه. هست کجاکی. آفرین. سریعتر بودو. مونا خیلی جدیتر هم داره بازی میکنه. آفرین. مونا جا سریع راه نمون. نیمی از زمان مسابقه سپری شد. 60 ثانیه. مونا. مونا تونتر. و اما ستاره قرمز تقدیم خانواده رحیمی خواهد شد. ولی حسش سخت بود. آره سخت بود، ولی حسش در این بود که ستایی با هم دیگه بازی کردن. یعنی مونایی که میگفت هیچ احساسی ندارم، یه دفعه آره با مونا بیشتر بازی کرد. آره یه دفعه خیلی جدی شد براش. و حالا اشکال نداره، بازم مسابقه ادامه داره. برای هستی سخت بود. برای هستی سخت بود.
مسابقه همچنان ادامه داره، 4 ستاره دیگه در انتظار شما هست. امیدوارم که ستاره‌های طلایی بیشتری بگیرید. هر ستاره طلایی 2 فرصت انتخاب در میز جایزه امشب به شما خواهد داشت. اما بریم به میزبانی خانواده دوم. خیلی سخت بود، ایشالله که بعدی ها آسان‌تر باشه، هستی بتونه ببره. فکر کنم دیگه بعدی ها باید مامان بابام حواسشون باشه. هستی که خوب مسابقه رو داد، نه؟ آره. یک خانواده 4 نفره ورزشکار که 11 سال زندگی مشترکشون رو آغاز کردن. دعوت میکنم از خانواده نامدار. خیلی خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. درود بر شما. خیلی خوش آمدید. سال نوتون مبارک باشه. همچنین سلام. مردم عزیز ایران بیننده شما هستن. سلام عرض می‌کنم اول خدمت شما و تماشاگرای عزیز و خدمت تمام بینندگان عزیز و سال نو رو تبریک میگم و ان شاء الله که تئاتر شبوردین آقای نامدار. البته خودتون معرفی نکردید. من الهام مهربانی هستم، مامان امیر و سامیار و ورزشکار. تقریبا ورزشکار. حالا راجع به صحبت می‌کنم. آقای نامدار شما؟ بنده. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، آقای پژمان بازقی عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم که هر جا هستن صحیح و سلامت باشن. سلام خدمت حضار محترم که قدم رنجه فرمودن. من رحمان نامدار هستم، بابای امیر و سامیار، در خدمت شما. خیلی خوش آمدید، سال نوتون هم مبارک باشه. خب من یه چیزی رو آقای نامدار، خانم نامدار، من یه چیزی رو خیلی سخته برام. کوهنوردی اصلا خیلی ورزش سختی، یعنی سخت نیست واقعا؟ ساعت‌ها در سکوت آدم باید راه بره، بعد جاهای سخت رو بره بالا بیاد. بذار توضیح بدین راجبش. من بگم فرق نمی‌کنه. حالا ما که اسممونو که کوهنورد نمیذاریم، حالا ما کوهپیماییم. حالا شرایطمون هم یه خورده سخته با دو تا بچه و اینا، ولی خیلی سعی میکنیم بریم کوه. و اینکه خیلی خوبه کوهنوردی، آرزوی هر دومونه که ایشالله بریم دماوند. دماوند؟ بله. مثل اینکه دماوند رفتن یک ماهی، یک چند ماهی بایستی برید تا توچاله برید بیاد پایین و درست میگم؟ بله 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 آماده سازی باشه، هم هوایی داشته باشی. دماوند چند متره؟ 5671 متر، درسته؟ درسته، بله دقیقا. و اینکه شما بیشترین کوهی رو که تونستید فتح بکنید کدوم کوه بوده؟ ما بیشتر ببخشه منظورم بلندترین کوهی که تونستید فتح بکنید؟ ما فعلا جانستون رفتیم، 4100. کجا هست؟ سمت لواسان. آها. تو سرما مثلا گیر کردین تو یخ سرما؟ بله یه بار آذرماه رفتیم. امیدی اومده سراغتون، سوالم این باشه. آره ما یه بار آذرماه رفتیم پلنگچال و قرار بود پلنگچال رو با شاهنشین رو با هم صعود کنیم، دو قله در یک صعود داشتیم. بعد ما شبش هم مهمونی دعوت بودیم و مثل همیشه مامانم هم همش میگفت نرین و از این حرف. بعد رفتیم پلنگچالی که صعود کردیم و گفتن هر کی میخواد برگرده، ولی کسی که میخواد با ما بره تا قله بعدی هم بیاد بره. بعد ما گفتیم خب مهمونی هم میخوایم بریم، ما نرفتیم، ما برگشتیم با عقبدارمون رفتیم به سمت قله ایسکای پنج. آره، ما به سمت ایسکای پنج رفتیم که اونا برن سمت شاهنشین، برن ایسکا هفت که با تله بیایم پایین. خب چون این همه فکر من به خاطر چی؟ بقای حیات؟ بله همون به خاطر رو من درم گرم، ولی من در حقیقت به خاطر اینکه مهمونی دیر شده بود و مامان هم نه نه قشنگ میگفتش که قشنگ میگفت بگیم من دوتا بچه دارم تو خونه خدایا، یعنی قشنگ تا بالای زانو میرفتیم تو برف دیگه، هر قدم میرفتیم پایین. منم البته توچال 40 بار صعود کردم با تلکابین. ماشاءالله ماشاءالله.
یعنی من یه فیلم کار میکردم به اسم توچال ایسکا هفت کار میکردیم. باید دو ست صف بایستی تا بریم. ما یه بار بچه ها رو نه خب ما چون اونجا فیلم برداشتیم از اون بغل اصلا با لباس های توچال بودیم کسی نگاهمون نمیکرد. نه ما یه بار بچه ها رو بردیم ایسکا پنج، دو ساعت تو صف رفت، دو ساعت هم تو صف برگشت، واقعا خسته شدیم. مادرتون هم اینجا هستن درسته؟ بله. همون مامانی که همیشه میگه نرید. بله. ببینیمشون. بله. بیستن لطفاً. بیستید لطفاً. درود بر شما. برشون دست بزنید. بله. میکروفون رو بگیرید خواهش می‌کنم. خیلی خوش آمدید. درود بر شما. سلام علیکم. خسته نباشید. سلامت باشید. شما دوست ندارین بچه ها برن کوهنوردی؟ چرا دوست دارم، بچه کوچیک داره بخاطر یه ذره هم میترسم. میترسی؟ بله. بالاخره مادرها همیشه دل نگران دارن دیگه، واسه همین اصلا جاشون تو بهشته. یعنی بله، زحمت بچه های ما هم گردن این مادر هاست دیگه. بله. خب حالا بریم راجع به بچه ها زیاد راجع به کوهنوردی حرف زدیم. آره خیلی هیجانی شدیم، این دفعه برنامه ورزشی شده. بچه ها چی بچه ها علاقمندن؟ بله. امیرو که بردیم. آره امیرو بردیم سرخ‌حساب. خب سامیا هم همش میگه منم ببرین. امیرو چرا بردیم منو نبردیم؟ آره دوست دارم. و اینکه دوست دارید که منتظریم بی‌صبرانه بزرگشن ان شاءالله با هم بریم. خیلی هم عالی. چقدر بامزه میشه مثلا پدر و مادر با دو تا بچه‌شون با هم دیگه خودشون خوب درست بکنن برن بالا. و اینکه مهمان ما امیر یا سامیاره؟ سامیا. چند سالشه؟ 4 سالشه. 4 سالشه. میخواد منتظر نذاریمش زودتر دعوتش کنیم؟ بجوره این دعوت میکنم از امیر و سامیار نامدار. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. بفرمایید بفرمایید. بیا روشن میشه، نگران نباش. بیا. بله براشون دست بزنید. بچا مراقب پله ها باشید. بابا چه پسرای خوشتیپی. سلام بر امیر. سلام. سال نوت مبارک. سال نو شما هم مبارک. ممنونم. خودتو معرفی کن، چند سالته؟ من امیر نامدار هستم، 8 سالمه. بعد کوهنورد. کلاس چندمی؟ کلاس سومم. یه ذره میکروفون رو پایین‌تر بگیر، صورت قشنگت هم ببینیم. کلاس سوم دبستان. آره. دوست داری بزرگ شدی چی کاره بشی؟ دوست دارم. هنوز روش فکر نکردم. فکر نکردی. آفرین، جواب منطقی بود. میپذیریم ازت. رابطت با سامیار چطوره؟ خوبه دیگه. سامیار بزن لبخند. لبخند بزن. آها. نکنه قلقلکی هستی؟ بیام قلقلکت بدیم. آره. همون پشمانه. قلقلکیه؟ بگو قلقلکش بدی. قلقلکش بدی. میخندی نه؟ آها. دیگه خندی. پس خندیدن بلده. آره. آره یه ذره فعلا فضا براش عجیبه، این همه نور و رنگ و و اینکه رابطت با سامیار چطوره؟ خوبه دیگه. خوبه. بازی می‌کنی؟ نگران نباش. اون خودش روشن میشه. آره بازی هم می‌کنی. چه بازی بیشتر با هم می‌کنی؟ ماشین بازی، ماشین فلزی ترافیک می‌کنه. بازی می‌کنیم. خیلی هم عالی. بلند. پر انرژی. سلام. سلام بگو. سلام. سلام. سلام، خودتو معرفی کن پسرم. بگو اسم تو. بگو چیه اسم فامیلتو. بگو بگو بگو. خب سامیار زر خجالتیه. بگو دیگه. سامیار نامدار. خب خودت بگو. خب اشکال نداره. نمیخوای برامون حرف بزنی؟ نمیخوای شعر بخونی؟ نمیخوای هیچ کاری انجام بدی؟ چرا شعر میخونه؟ شعر میخونه؟ شعر اصلا بلدی؟ آره. بخون ببینم چی میخونی؟ یوتیوب دارم قلقلی سرخ سفید. همه باش بخونی. دیدم زمین آفرین. خب سامیار قراره بره اتاق بازی. به به. با امیر با هم دیگه دو تایی برید اونجا یه بازی از انجام بدید. باشه بابا. بله. باشه پسرم. میری. و این که بهتون خوش بگذره. مرسی. براشون دست بزنید با تشویق های شما. همین دستشو بگی برو. دستشو بگی برو. دست همون جایی که اومدید. دست همون جایی که اومدید. تشویق های فراوون. شما هم تشویق کنید بچه هاتون.
خب بریم اتاق بازی بچه ها رو ببینیم. یه سری مثلثه که طبق نمونه سامیار باید درستش کنه، امیرم بهش کمک میکنه. سوال مسابقه رو ببینیم. سامیار با کمک امیر در 120 ثانیه چند تا مثلث میتونن کامل کنن؟ 1 تا 2 3 تا 4 5 تا 6. شما میریم به اتاق بازی بچه ها، 120 ثانیه رو آغاز میکنیم. میشماریم. صدی بیستانی آغاز میشه. میتونی راه نمایشون کنید؟ بگم نمیدونم چی کار باید کنه. اینجا بگه آفتنی اولا این وسطی ها رو میگیم، این ها اینجوری صاف بزن. میتونید راه نمایی کنید؟ ببین این نمونه ها باید بسازن. همین قشنگ راه نمایی کن. اینجا این یکی، این یکی بزن. آفرین، آفرین سامیا، آفرین بابا. بله دست میتونید بزنید برشون. آفرین سامیا، دست میتونید بزنید. اشکال نه، پاشو پاشو بزنید. آفرین اینه، اینجا نه، اینجا آفرین. حالا اینو یک دونه بردار بزن اینجا، اینه نه. هفتاد ثانیه از زمانشون باقی مونده. اون برای نگاه نه، اینه اینجا. نیمی از زمان مسابقه سپری شد. حالا درستش کن. آفرین، حالا درست شد. بیا بزن. ماشاءالله بابا، آفرین آفرین آفرین. حالا میرن سراغ بعدی. فقط 45 ثانیه از زمان باقی مونده. آفرین، یه دونه هم بعد این خط بشه. سامیا، حالا یه دونه هم بده. خیلی امیر با جدیت و درست داره بعد که سامیا رو راه نمایی میکنه. اینه همین. آفرین به سامیا. نیفت، حواست باشه. 25 ثانیه زمان بیشتر باقی نمونده. چند تا درست کردن؟ شما دو شما؟ چند تا درست کردن؟ هر کدوم رو دیگه، الان این چهارمیه فکر کنم. نه آره دیگه، دو تا درست کردن. نه الان دومیه. آفرین. خب ما میزنیم که بچه ها بازیشون رو بکنن، اشکال نداره. البته که این مسابقه مسابقه شماست، یعنی شما باید درست حدس بزنید. رفتی به سختی یا آسون بودن بازی نداره، یعنی در واقع شناخت شما از فرزندتون هست. ستاره شون چه رنگی میشه؟ ستاره قرمز. تقدیم دست بزنید، دست بزنید. امیر و سامیار موفق شدن دو تا از نمونه ها رو بسازن. هیچ اشکالی نداره، 4 ستاره دیگه باقی مونده در مسابقه امشب. شما تمرکز خودتون رو انجام بدید، سعی کنید توی بخش‌های بعدی ستاره طلایی به دست بیارید. هر ستاره طلایی 2 فرصت انتخاب در میز جوایز در پایان امشب به شما خواهد داد. اما رقیب هم دارید، خانواده رحیمی اربت هم رقیب شما هستن. امیدوارم که فقط بهتون خوش بگذره. بریم بخش بعدی. حالتون خونه؟ حالتون خوبه؟ عیدتون مبارک. میدونی ماه رمضان شروع شده؟ ما میخواییم یه شعر براتون بخونیم. آوای برم دوست داشتم. ماه رمضان ماه خدا، ماه همه مسلمان. بابا ماما روزه دارن، روزه 30 روزه دارن. وقت سهر با یک دعا، با یه دعای خوش شما. مذکر با دل جون، باز میشم مهمون خدا. آی وقت آب اما خدا، روزه نخواسته از شما. باید بزن بزرگ بشین، روش کنی تو قد بکشین. وقتی شدیم بزرگتر، روزه بگی گل اختر، روزه بگی گل بشن. خانواده های رحیمی و نامدار، بریم یک بار جدول رو ببینیم. ببینیم وضعیت جدول. بله، هر دو ستاره قرمز گرفتن، پس این بازی بازی مهمیه. یک ستاره طلایی در انتظار یک خانواده هست و شاید هم 2 ستاره قرمز دیگه. میتونید تقسیم کنید، آقا یا خانم برن. مثلا شما یک بار بازی کردید، بگید شاید خانمتون تمرکز بیشتری داشته باشه، هیچ فرقی هم نمیکنه. کدوم دوست دارید اول تمرین کنید، یعنی بازی کنید شما؟ برای آقای نامدار دست بزنید.
چند تا نکته بعدم براتون بگم. آقای نامدار و آقای رحیمی ببینید، تکون بخورید این میله ها شروع میکنه به لرزیدن، یعنی باید بدنتون رو یک جایی نگه دارید که بتونید همه توپا رو بدون حرکت کردن پاتون انجام بدید. میشماریم. سی ثانیه آغاز شد. 25 ثانیه، 24، 23، 20، 5. شما نمیخواید امتحان کنی خانم نامدار؟ نه، فکر کنم که قلقش دستش بیاد دیگه، یه بار دیگه انجام بده. آماده اید؟ میشماریم. 30 ثانیه آغاز شد با آرامش. بازی سرعت نیست، بازی از اول دوباره بچینید. دوباره بچینید پایین. نه، میتونم ادامه بدم. در ناامیدی بسی امید است. 3، 2، 1 و پایان. و اما فرصت پایانی شما. باز خود آقای نامدار بازی کنن؟ نمیدونم. اگه میخوای بیاد میخوام بدم، فرق نمیکنه. اگه میبری من نیام تو ببر. قول نمیدم. قول نمیده. چرا بتونی ببری؟ چه قولیه بده؟ میشوریم. 3، 2، 1. ده ثانیه. عجله نکن. وقت داری هنوز. نه افتاده رو هوا گرفتش. اشکال نداره. آره ولی گرفته بودم. براشون دست بزنید. خیلی عالی داشت پیش میرفت. ولی خوب رفتی. خیلی عالی داشت پیش میرفت. بفرمایید. لطف میکنید میچینید. ممنون. دو تا خانواده ورزشکار. براشون دست بزنید. واقعا تلاش خوبی کردید. آقای رحیمی بفرمایید. بله. تشریفات شما. آماده اید؟ میشماریم. 3، 2، 1. آروم. عجله نکن. آروم. 25 ثانیه. بذار وایس بعد برو بعدی. آروم. 20 ثانیه. آروم، عجله نکن. وقت داری. آروم. خودت هم تکون نخور. تکون بگو میلوها تکون. 10 ثانیه. 5 ثانیه. اینجا رو یه ذره. وقت تموم. ای وای. ببین وقتت روی یکی تموم. یک بار دیگه فرصت دارید آرامش خودتون رو حفظ بکنید. بسیار پیشرفت خوبی داشتید تو اولین تلاشتون. از همون پایین بذار. بالا نه، بالا سخته. 3، 2، 1. یه دست. آروم. عجله نکن. 20 ثانیه. اشتباه کردی، از پایین باید میزنی. از اول دوباره باید بشین. وقت داری، از اول بچین. دیگه اون نه دیگه. با دو دست، دو تا دو دستش دستتون نگیرید دیگه. نه، اشتباه، وقت تموم شد. هیچی، تموم شد. 5 ثانیه. دید، لباسش هم کند دیگه. آروم. فرصت سوم، فرصت پایانی هست. برای آقای رحیمی، کتش هم در آورد، عزمش هم جذب کرد. 3، 2، 1. عجله نکن، یواش. آروم. 20 ثانیه. دست ثانیه. امروز 5 ثانیه وقت داری. ای وای. یه تمام.
زمانش هم نمید. عالی بود. این که بعد از دوباره شروع کنم واقعا آره. دوست دارید یه بار دیگه امتحان کنید شما؟ یه فرصت گرفتم. شما هم دوست دارید امتحان کنید؟ تشریف بیارید آقای نامدار برن. نه فکر کنم قلقش اومده. آقای نامدار هم حالا کتشو در میاره. ببینیم مردان در آوردن. و از میشان رو جست کردم برای گرفتن ستاره طلایی یا اولین ستاره طلایی امشب. آخرین فرصت خانواده نامدار. آقای نامدار سازه رو بررسی میکنن. زمانبندی، تمرکز لازمه این بازی هست. 3، 2، 1 سی ثانیه آغاز شد. عجله نکن. با یه دست، با یه دست 15 ثانیه باقی مونده. اصلا عجله نکنم، وقت داری به خدا. وقت داری یا 5 ثانیه مونده. عجله نکن، عجله نکن. فرصت خانواده رحیمی باقیه. اگه تونستن دوتاشو ستاره طلایی میدیم بهش. بفرمایید. اونا نداشتی سرشون. آفرین. و اما آقای نامدار موفق شدند. رازش این بود کتتو در آوردی شد. فهمید. آقای رحیمی کتشونو در آوردی گفت کتم مزاحم بودم. و فرصت پایانی اگر آقای رحیمی هم موفق بشن در زمان مشخص 30 ثانیه توپا رو سر جای خودشون بذارن، هر دو خانواده ستاره طلایی می‌گیرن. ان شاء الله به خدا. البته چون عیده ها، یعنی در حالت عادی همون سه بار بعد جفت ستاره قرمز ما میدادیم میرم، ولی خب عیده می‌خوایم یه ذره خوش بگذرونیم. با تشریف شما آقای رحیمی میرم نیستم. شما هم اصلا دل سرد نشید، چون سه تا ستاره دیگه مونده. میتونید امیدوار باشید به این قضیه. اما بخش بعدی شناخت همسرها از هم هست. امیدوارم که بتونید پاسخ بدید آقایون، چون شما اینجا وایستادید و خانم‌ها جلوی توپ. بریم بخش بعدی. آیتم که آیتم خیلی سختی بود، تمرکزی بود. من تازه قلقش داشت دستم میومد که دفعه سوم خراب شد و خیلی ممنون از آقای بازقی که یه بار دیگه فرصت رو داد و موفق شد. اتفاق هیجانش بالا، بعد تکون میخوری، میلام تکون میخورد، یه نشد، یه قسمت نشد، ولی خیلی پر هیجان بود. یکی دو ثانیه کم آوردیم دیگه. من اینم یه ستاره ما گرفته بودیم. مبارکشون باشه. جدول مسابقه رو ببینیم. با ستاره قرمز هر دو خانواده شروع کردن، اما خانواده نامدار با یک ستاره طلایی پیش افتادن. الان هم یک ستاره طلایی داره. و اما چون ستاره کمتری دارید از شما میپرسم، 20 سال زندگی مشترک رو آغاز کردید و قطعا در این 20 سال فراز و فرود زیادی در زندگی دیدید. با هم زیاد صحبت کردید راجب گذشته یا نه؟ از علاقه همسرتون خبر دارید؟ چه چیزایی رو دوست دارن؟ مثلا دوست دارن روز مادر شما چی بهشون هدیه بدید؟ روز زن چی بهشون هدیه بدید؟ نوروز چی بهشون هدیه بدید؟ میدونید اینا رو؟ ای وای سخت شد. چی بهشون هدیه بدم؟ نه میگم میدونید اینها رو؟ تقریبا. تقریبا. تقریبا یه ذره اوضاع رو خراب بکن. خیر، یه بار بریم استودیو مجاور خانم ها رو ببینیم. خانم نامدار دست بلند کنن لطفاً. بعد خانم نامدار و خانم رحیمی. خانم رحیمی پر از استراب هستن، درسته؟ استراب داری؟ بله. خیر، ما از همسر شما شروع میکنیم ببینیم که آیا سوالهایی رو که ازشون میپرسیم میتونن درست پاسخ بدن یا خیر. اما سوال ما این هست،
الان نوروز هم هست، ماه مبارک رمضان هم شروع شده، قراره که ما به اهداف این ماه مبارک فکر بکنیم. یعنی صرفاً نخوردن و ننوشیدن دلیل بر این نیست که ما همه آن چیزی که در این ماه مبارک هست رو انجام میدیم. یه بخشش سفارشاتیه که به ما شده، کمک به همدیگه، کمک به هم نوعان. شما اگر ثروتمندترین مرد جهان بودید کدوم کار خیر رو انجام میدادید؟ دوست دارم به خانواده‌ای که وضع مالیشون مناسب نیست تا اونجایی که میتونستم جهیزیه میخریدم فقط. جهیزیه. پس بلد. ما بذاریم مبناش رو بر اساس جهیزیه. بلد. لطفاً چیزی نگید. بریم استودیوی مجاور و خانم رحیمی. اگر همسر شما ثروتمندترین مرد جهان بود کدوم کار خیر رو انجام میداد؟ احساس میکنم شاید بگه به بضاعت ها یا به کسایی که بود وضع مالیشون خوب نیست، وضع مالیشون خوب نیست کمک میکرد. ولی گفتن این رو گفتن ولی مشخصا یک مثلا مثل جهاز دادن احساس میکنم. بریم اون بعد درست گفتم؟ الان توپ شلیک میشه، متوجه میشید به کدوم سمت. درست گفتن. خانم رحیمی هم گفتن که آقای رحیمی دوست داشتن که اگر ثروتمندترین مرد، پس ما آرزو میکنیم که شما ثروتمندترین مرد جهان بشید، انشالله بتونید به خانواده ها کمک بکنید. بسیاری از خانواده ها هستن الان تحت فشار شرایط اقتصادی قرار گرفتن و شاید جوان هایی هستن که آرزو دارن به خونه خودشون برن ولی نمیتونن. اما شما چی کار میکردی آقای نامدار؟ اگه ثروتمندترین مرد بذارید من همین سوال اصلا از شما بپرسم بدیم همسرتون میدونن، شما اگر ثروتمندترین مرد دنیا بودید در کدام کار خیر به مردم کمک میکردید؟ من بچه به سرپرستی قبول میکردم. بچه های بی سرپرست رو به سرپرستی قبول میکردم. لطفا چیزی نگید. بریم به استودیوی مجاور، جایی که خانم نامدار روبروی توپ نشستن و قراره ما همین سوال از همسر شما پرسیدیم که اگر ثروتمندترین مرد جهان بودن چه کار خیری میکردن. یک جوابی به من دادن که میخوایم از زبان شما هم بشنویم. فکر میکنم دست رد به سینه کسی نمیزنن، یعنی هر کسی ازشون هر چقدر کمک بخوام. نه مشخصا یک چیزی رو گفتن، ما میخوام اون رو بدونیم. شما میدونید یا خیر؟ نمیدونم. خب بذار ما توپو شلیک کنیم. خودتون بگید آقای نامدار، همسرتون هم متوجه بشن. یه بچه بی سرپرست رو به سرپرستی قبول میکردم. آره، علی‌رغم اینکه خودشون دو فرزند شاخ شمشاد دارن ولی فکر میکردن که اگر ثروتمندترین مرد جهان بودن حتما سرپرستی بچه های بی سرپرست رو قبول میکردن. برای شما هم آرزو میکنیم که انشالله ثروتمندترین مرد جهان بشید. بخت با شما یاره. این سوال مهمیه. اگر درست پاسخ بدید ستاره طلایی رو بردید بدون اینکه توپی به سمت همسر شما شلیک بشه. اما سوال ما این هست که شهر مورد علاقه همسر شما برای سفر رفتن چه شهریه؟ منطقه خاص چمستان. چمستان. چیزی نگید لطفاً. بریم استودیوی مجاور. سوال حساس. اگر درست پاسخ بدید خانم رحیمی هیچ توپی به شما شلیک نشده. شهر مورد علاقه شما برای رفتن به سفر چه شهریه؟ من شمال دوست دارم. بله، کدوم شهر شمال؟ والله برام فرق نمی‌کنه، فقط شمال برم. حالا آخه شمال از آستارا هست تا سمت همون که میرسم شمال حالم خوب میشه. یه شهر رو گفتن. والله توپو شلیک می‌کنم. همیشه میریم. دیگه شهرشو زیاد، چون که هم آستارا رفتیم هم رشت رفتیم. الان یه چند ماه پیش رشت رفتیم اردبیل. رفتید اردبیل؟ بله. بالاخره نگفتید شهر مورد علاقه. انزلی رفتیم، محمود آباد رفتیم، نمیدونم. اینا جواب ما نمیشه. من اصلیش همون شمال رو دوست دارم برم. گفتن چمستان رو دوست داری. چمستان، وای یادم رفت.
بله، هی همه شهرها رو گفتیم، ما هم هی فرصت دادیم به شما ولی نتونستی جواب بدید. سوال دوباره حساس شد، اگر درست پاسخ ندید باز هم ستاره طلایی تعلق میگیرد به خانواده رحیمی. به نظر شما همسرتون دوست دارن کدوم یکی از اخلاقای بد شما تغییر کنه؟ فکر بکنی. خواب زیاد. خواب زیاد. خوابالو هم واقعا خوابالو چجور کوهنوردی هستی؟ کوهنورد ساعت 3 4 صبح میشه. روزی که نخوام برم کوه تعطیل باشه فقط میخوابم. بریم ببینیم. لطفا چیزی نگی. خانم نامدار. بله. اگر شما این قدرت رو داشتید که یکی از خصلت‌های بد من شرمنده شما رنگ خوراکیه نگران نباشید. شما اگر این قدرت رو داشتید یکی از خصلت‌های بد آقای نامدار رو حذف می‌کردید ازش، کدوم خصلتشون بود؟ خیلی سخت از خواب بیدار میشه. بریم اون بر. ما شرمنده بانوان عزیزمون هستیم. و باز هم سوال حساس رسید به خانواده رحیمی. اگر درست پاسخ بدید خانواده نامدار ستاره قرمز، اگر درست پاسخ ندید شرمنده ستاره قرمز تقدیم شما خواهد شد. سوال ما این هست، چند سال پیش رفتین خواستگاری؟ این سوال نیست، میخوایم سوال اصلی. 20 سال پیش من. چه روزی بود یادتونه؟ مناسبت خاصی بود؟ روز خاصی نه. بود؟ نه. پیراهنتون چه رنگی بود؟ سوال ما اینه. یادم نمیاد شام چی خوردم. یه چیه رنگی بگوشد؟ توسی. توسی؟ معمولا سفید. سفید؟ سفید؟ و چیزی نگید لطفا، شاید هم شانس اقبال با شما شد. بریم استودیو مجاور. خانم رحیمی. بله. 20 سال پیش آقای رحیمی اومدن خواستگاری شما. درست. و یادتونه چه لباسش چه رنگی بود؟ پیراهنش چه رنگی بود؟ وای 20 سال پیش آقای بابا. پیراهنش چه رنگی بود؟ والا احساس میکنم اگه اشتباه نکنم جیگری قرمز بود. اوه. یا سفید بود؟ نه بگید یه رنگشو بگید. سفید بود. درست. مطمئنی؟ بریم تو پرو شلیک کنیم ببینیم که به کدوم یکی از بانوان بزرگوار شلیک خواهد شد. ستاره طلایی این بخش تقدیم می‌گردد به خانواده رحیمی. بخش بعدی پدرها، باید ببینیم چه بازی براشون در نظر گرفت. بریم برگرد. همچنان بیننده برنامه کودک شو هستید همراه با خانواده رحیمی و خانواده نامدار. هر دو ورزشکار هستند. میخوام ببینیم در این آوردگاه و میدان کدوم موفق میشن که پله های لیز رو به سلامت به انتها برسونن و توپ رو بندازن تو سبد. بریم ببینیم. رفتن به استودیوی مجاور کودک شو، بریم ببینیمشون یک بار. خب آقای رحیمی، آقای نامدار، هر دو ورزشکار، اینجا دیگه تخصص آقای نامدار ها کوهنوردی و ولی لیزه. بله پلکان لیز ماست. بازی رو برای شما توضیح دادن، هر وقت حاضر هستید میشوریم. همسرانتون راهنماییتون میکنن، صدای همسرانتون رو بشنوید ببینید چی کار باید کرد. میشماریم. رحمان جنگ
سر پیدا کردن این آبیه آبیه. خب ظاهرن آقای نامدار توپ رو پیدا کردن. آره کردن. دارن کم کم سعی میکنن میرن بالا. تمرکز رحمان. حالا قوت قلب بدیم بهش. زرده. رحمان. یه دونه توپ بده. قوت قلب بدیم بهشون. رحمان. دستتون رو نگیرید آقای رحیمی. آروم. هر دو توپ رو پیدا کردن، در تلاش هستن برای اینکه خودشون رو به بالا برسونن. باید ببینیم موفق خواهند شد یا نه. حالا شما ببینید کوهنوردی بهتری یا نوشابه خوردن. حالا ببینیم کدومشون موفق میشن. به نظر من با آرنجتون هم سعی کنید. آفر آروم 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 دستتون رو نگید. بله به پلکان دوم دارن میرن بالا. یک روشی رو پیدا کردن مختص خودشونه. یواش رحمان کجا موندی تو؟ رحمان جان تو میتونی آقای نامدار. آفرین به تماشاچی های خوب ما که از ته دل دارن همه رو تشویق میکنن. هر دو دارن میرن بالا. آقای رحیمی بهتر، موقعیت بهتری داره. آروم آروم دونه دونه. ای وای یواش یواش دونه دونه. یواش 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 یواش. آروم آروم بیا یواش. آقای رحیمی چیزی نمونده، با تمرکز ادامه بدید. احسن. آفرین. وای آفرین آقای نامدار، میتونی. آقای رحیمی آفرین به شما. و ستاره طلایی این بخش تقدیم به خانواده رحیمی. وای آقا مراقب کمرتون باشید. خیلی خب منتظر آقایون هستیم. مرسی. تا برگردن به استودیوی کودک شو و بتونیم بخش پایانی رو که شناخت از فرزندانشون هست رو اجرا بکنیم. ستاره طلایی تقدیم خانواده رحیمی. تلاش اینه که دست و پاتو نزدیک هم کنی، یه دونه یه دونه بری بالا. اگه فاصله بدی لیز بخوری. که خدا رو شکر من تونستم این کار رو انجام بدم و موفق باشم. البته برد و باخت زیاد مهم نیست، مهم اینه که همینجا که حالمون خوبتر بشه و خوبتر شده. ولی خب چرا، بردن یه حس خوبی داره که دوست دارم هم خودمون ببریم هم طرف مقابل و مساوی بشیم. شما بیننده برنامه کودک شو هستید از شبکه نسیم و همراه با خانواده نامدار. اگر موفق بشن ستاره طلای این بخش رو به دست بیارن، امیدوارن به رفتن به میز جوائز، چون خانواده رحیمی فعلا از شما یک ستاره بیشتر دارن. اگر اونا نتونن ستاره رو بگیرن، شما بگیرید، به اتفاق میرید به میز جوائز و جایزه مشترک تقدیم شما خواهد شد. ما سوال پرسیدیم از سامیار، 5 تا سوال، 3 تاشو درست پاسخ بدید ستاره طلایی به دست بیارید. میتونید مشورت هم بکنید. کسی از بستگان اینجا هستن به غیر از مادر شما؟ بله پدر مادر. کی هستن؟ پدر مادر من هستن، خواهرای خانم خواهر خودم هستن. درود بر شما. بایستن لطفاً همه خانواده نامدار، کسی که همراه هستید بایستید. به به، ماشاءالله ماشاءالله، چه خانواده پرجمعیت خوبی. سال نوتون مبارک باشه. ما به نمایندگی از همه
از با پدر گفتگو کنیم. آقای نامدار درود بر شما، بایستید شما، میکروفونو بالا بیارید. درود بر شما. سلام. سلامت باشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، حضار محترم. سلامت باشید. امیدوارم عید نوروز مبارکتون باشه و تمام نماز و روزتون قبول حق باشه. دست شما درد نکنه. متشکرم از حضور جناب علی. بله بچه‌ها دست بزنید. چند تا فرزند دارید شما؟ سه تا. سه تا فرزند و چند تا نوه؟ چهار تا. چهار تا هم نوه. نوه شیرین تر یا بچه؟ نوه. خیلی ممنون و متشکرم. تمنا می‌کنم بفرمایید. خیلی متشکر. میتونید پس مشورت هم بگیرید. بله. آماده اید؟ بله. بریم سوال اول. به نظر سامیار چه اتفاقی مامان رو عصبانی میکنه؟ چی شما رو عصبانی میکنه؟ سامیار چی کار کنه عصبانی میشین؟ بکنم یه چیزی بریزه رو لباسش یا رو زمین بریزه. یه لباسش رو لک کنی یا آره. چیزی از دستش بریزه. شما چی های نام دار به نظر شما؟ چی میشه که مامان عصبانی میشه؟ چی؟ چی میشه که مامان عصبانی میشه؟ بابا میخواد. دقت کردید به سوال من؟ پرسیدیم چی میشه که مامان عصبانی میشه؟ شامیا شلوغ میکنه. شلوغ میکنه؟ شلوغ میکنه. بریم ببینیم. اگر سامیا شلوغ کنه مامانش عصبانی میشه. بریم ببینیم خودش چی گفته. سامیار جان چی میشه که مامان عصبانی میشه؟ بابا میره کافه چای میخوره. ای جان ای نامدار تنها میری میشینی کافه چای میخوری؟ مافیا بازی میکنم. آها بعد خانمتون عصبانی میشه؟ بعضن خیلی طول میکشه. عجب چه بامزه جواب هیچ کدوم از این چیزهایی که شما گفتید نبود. اما سوال دوم سوال دوم این هست که چرا سامیار فکر میکنه داداشش خوش اخلاق ترینه؟ چون ما که دیدیم بود داداشش واقعا خوش اخلاق بود، بچه خوشخنده، خوب، صبور، همیشه خنده روه. خب حالا چرا فکر میکنه سامیار داداشش خوش اخلاق ترینه؟ چون که خیلی دوستش داره. ما ازش پرسیدیم کی از همه خوش اخلاق داره؟ گفته داداشم. گفتیم چرا؟ دلیلشو گفته به ما. ای جان چون که باهاش بازی میکنه. شما باید بگی. من بگو. چون که ازش بزرگتره. خب یا میگه چون که زمانتون به پایان رسیده با دقت جواب بدید. چون که خوش اخلاق داره. چون که منو دوست داره بکنه. چونکه با هم بازی میکنه. یه جواب مطلق به هم بدید که ما بریم ببینیم. چونکه با هم بازی میکنه. چونکه با هم بازی میکنه. یه جواب خیلی منطقی و بامزه داده. چون داداشم. چون داداشم. خوش اخلاق ترین آدمی که میشناسی کیه؟ داداشم. چرا فکر میکنی از همه خوش اخلاق تره؟ تو من از بابایم میرم با منو کمک کنه جمع کنه. ای جانم آفرین به داداشه. آفرین. سوال دوم. سه سوال باقی مانده رو سعی کنید درست جواب بدید. ما دوست داریم امشب شما رو تو فینال باشید. غیر قابل پیش بینی اصلا نمیشه. سوال سوم. چون که من از بازیامو میدادم. چقدر بامزه. سامیار از کجا فهمیدی که بابا خیلی خیلی دوستش داره؟ براش خوراکی میخره؟ نمیدونم. باهاش بازی میکنه. باهاش بازی میکنه. نمیدونم. چی؟ پیتزا میخره؟ نمیدونم. چون باهاش بازی میکنه. بازی پدر پسری. بازی پدر پسری خیلی میکنه. نه اون نیست ولی.
جوابی که میدید به ما چیه؟ بفهم خوراکی میخره. خوراکی میخره؟ آره خوراکی. چه خوراکی میخری براش؟ شیر و بالشی. بریم ببینیم. آقا سامیار، میدونی بابا خیلی خیلی دوستت داره؟ آره. از کجا فهمیدی؟ برام کلی شیر و بالشی میخره. گوش کنیم بقیه شن کلی چه خریده؟ چون که گسنم بود با هم شیر و بالچه خریدیم. بله میپذیریم. تشویق کنین، حدس درستی زدن. چرا تشویق نمی کنین؟ شما که تعدادتون زیاده. دو سوال باقی مونده. سوال چهارم، به نظر سامیار چی کار کنیم هوا تمیز بشه؟ ما ازش پرسیم چیکار کنیم هوا تمیز بشه، یه جواب کودکانه داده. فوت کنی؟ دیگه تقریبا یه همچین چیزی. پاک کنیم. چیکار کنیم؟ پاک کنیم. با چی پاک کنن؟ با دستمالی، با چیزی. جاروبرقی بکشی. دیگه تقریبا همچین جوابیه. تمیزی و باید زنش تمیزی... تمیزی و بچه ها چی میدونن معمولا؟ مسواک بزنیم. نه دیگه با چی فکر میکنید؟ نه با پاک کن پاک کنه؟ نه پاک کن. یه جواب به من بدید بریم ببینیم. بشوریم نوارو. بفهم با شیشه پاک کن پاک کنیم. با چی پاک کنیم؟ با آپاش؟ با خیلی چیزا گفتید. از بین شیشه پاک کن، آپاش، بالاخره پاک کنیم دیگه. بله از شیشه پاک کن چون گفتید گفته پاک کن. بعد شیشه پاک کن، آپاش، دیگه چی گفتی؟ پاک کن، دستمال، یکیش انتخاب کنید ما بریم ببینیم جوابش. با دستمال پاک کنیم. با دستمال پاک کن بریم ببینیم. آقا سامیار، به نظر چیکار کنیم هوا تمیز بمونه؟ آپاش بزنیم تمیز. ای جان آپاش بزنیم تمیز شه؟ بله براش دست بزنیم. برای سامیار اشکال نداره. سوال پنجم و سوال آخر دیگه لذتشو ببریم. باختی؟ بله. بهترین اسباب بازی از نظر سامیار کدوم اسباب بازی شه؟ ماشین خفن. ماشینه؟ خفن. خفن؟ اسم ماشین ماشینه چیه؟ مدلش چیه؟ که بهش میگه خفن؟ یا فراریه؟ ماشین فلزیه. ماشین سیاه همه؟ میگهش میگه ماشین سیاه هم میشه. ماشین سیاه هم. حالا به هر ستاره که دست دادید ولی بریم حداقل ببینیم. ماشین خفن میگه ولی بریم لذتش رو ببریم. ببینیم جواب سامیارو. آقا سامیار، بهترین اسباب بازی از نظر شما چیه؟ کامون زده بزرگ. بله براش دست بزنید. و اما ستاره قرمز تقدیم خانواده نامدار خواهد شد با دستای شما. خب شما بخش میز جوایز رو از دست دادید چون همین الان هم خانواده رحیمی ستاره طلایی از شما بیشتر دارن. برای زوج ورزشکار آرزوی موفقیت میکنم. انشالله که سال 1402 مثل سال 1401 نباشه. سالی پر از شادی باشه، پر از خوبی باشه، پر از مهربانی باشه. اگر حرف پایانی دارید با مردم عزیز ایران. من از همینجا سال نو رو به همه هموطنان تبریک میگم. امیدوارم که سالی پر از سلامتی و شادی و پول داشته باشن. سال 402 انشالله سال خوبی برای هممون باشه. انشالله طاعت و عبادتتون هم قبول باشه. حلول ماه مبارک رمضان هم تبریک میگم به همه هموطنان. خیلی ممنون، متشکر. و خانم نامدار. من هم ضمن این که سال نو رو تبریک میگم خدمت شما همه بیننده های عزیزمون. امیدوارم که طاعت و عبادت همگی هم قبول باشه.
بعد دستاتون چرا سبز شد؟ دستام که سبز شد. مرحله تو درسته؟ بله، همه جا سبز شد. به هر حال اصلاً میگم ولی رنگش خوراکی حالا شاید یه ذره اینجا دیر پاک بشه ولی مطمئن باشید که سلامتی شما برای ما حائز اهمیته، به همین دلیل ما سعی می‌کنیم از چیزهای بهداشتی استفاده بکنیم. مرسی. بریم به استقبال خانواده رحیمی. خانواده رحیمی که قطعاً به میز جوایز امشب ما خواهند رفت، ستاره های طلایی با ارزش هست. هر ستاره طلایی دو فرصت انتخاب به شما خواهد داد برای رسیدن به جایزه 300 میلیون ریالی یا 30 میلیون تومانی برنامه. و چقدر هستی رو میشناسین؟ تقریباً 90% با خصوصیتش آشنا هستید. شما بیشتر باش حرف بزنید یا مادر؟ من. شما بیشتر حرف بزنید. خیلی خوب، بریم ببینیم که آقای رحیمی چی کار میکنه. سوال اول رو ببینیم. به نظر هستی بهترین دوست مامان کیه؟ اعظم خانم. من یه دوست خیاط دارم تو کوچه‌ام، فکر کنم بگه اعظم خانم. اعظم خانم. بریم جوابشو ببینیم و بشنویم. دوست مامان. بهترین دوست مامان کیه؟ بابا. وای، من اولش گفتم بابا. بله، بهترین دوسته. خانم رحیمی، آقای رحیمی هستن. اولش گفتم بابا، همسرم نه. چقدر عالی که بچه‌ها اینو درک کردن بین شما. این خیلی مهمه. بسیارم خوب. بریم سوال دوم رو ببینیم. به نظر هستی اگه درخت ها میتونستن حرف بزنن به آدم ها چی میگفتن؟ خیلی چیزا میگفتن. خیلی چیزا. حالا ببینیم هستی چی میگه. حال احوال پرسی میکردم. حال احوال پرسی. با درخت ها حال احوال میکنن، میگه سلام چطوری؟ نه آره. سلام، حال شما خوبه؟ حال احوال پرسی میکنن. بریم ببینیم جوابش. هستی جان، اگه درخت ها میتونستن صحبت کنن به آدما چی میگفتن؟ میگفتن سلام خوبی؟ آره. میپذیریم از شما. سوال سوم. هستی دوست داره بزرگ بشه که چه کار کنه؟ هستی دوست داره بزرگ بشه که چی کار کنه؟ دکتر بشه یا چیزی؟ معلم بشه. معلم بشه؟ شغل گفته؟ نمیدونم. گفته دوست دارم بزرگ بشم. دوست داری بزرگ بشی؟ احتمالاً اینجوری پرسن. گفته بله. دوست داره چیکار شما بمونه؟ آها، ما نه، اینو نمیگه. همیشه میگه میخوام پیش شما بمونم، از شما رو نگه دارم. ولی اونا نمیگه. بس همینو میگه. همینو میگه. هستی؟ دوست داری کوچولو بمونی یا بزرگ بشی؟ بزرگ بشم. چرا دوست داری بزرگ بشی؟ آخه دوست دارم برم همه چی خرید. دوست داره بزرگش خودش بره خرید. خیلی خوب. اما سوال چهارم، این دو سوال رو باید درست پاسخ بدید. هستی از کجا فهمیدی که بابا خیلی خیلی دوستش داره؟ بغلش میکنه، محبت میکنه بهش. میاد بغلم میکنه، خوراکی براش، خوراکی هر موقع از اداره میام براش میرم خوراکی میخرم. به همین دلیل فکر کنه شما خیلی دوستش دارید. بریم ببینیم. بریم جوابشو ببینیم. هستی جان، میدونستی بابا خیلی خیلی دوستت داره؟ آره. از کجا فهمیدی؟ چمشه من شکلات. حالا خوراکی. حالا خوراکی گفتم بپذیریم. آره، همون شکلات دیگه. خوراکی. ممنونم از شما. و سوال آخر که اگر درست جواب بدید یه ستاره طلایی به اندوختتون اضافه میشه. خوبه؟ انشالله. بریم ببینیم.
به نظر هستی کدوم خوراکی برای بدن مفیده؟ وای نه هستی گفته ما که میدونیم خوراکی برای بدن بلند ببین شیر رست میگه شیرم میگه شما راجع به خوراکی مفید باشی هیچ وقت حرف زدی؟ نه به حرف نزدی ولی شیر میگه یا آناناس آناناس رو دوست داره پیتزا دوست داره یه کدومش شیر یا آناناس؟ نمیده آناناسه که خیلی دوست داره شیر آناناس؟ آناناس میگه آناناس؟ آناناس میگه به نظر بریم ببینیم جوابشو نه عاشق آناناسه هستی جان به نظر چه خوراکی برای بدن مفید و خوبه؟ پاستی خیلی ستاره قرمز تقدیم خانواده رحیمی خواهد شد با این اتاق با دو ستاره طلایی به میز جوایز خواهند رفت یک بار جدول رو ببینیم خداحافظی کردیم با خانواده نامدار کارشون رو با سه ستاره با چهار ستاره قرمز و یک ستاره طلایی به پایان رسوندن روندش جالب بوده هر دوی قرمز گرفتید بعد خانواده نامدار از شما جلو افتادن بعد شما دو تا طلایی گرفتید حالا آخریش هم که قرمز شد چهار فرصت دارید در میز جوایز بریم بخش هیجان انگیز میز جوایز امشب با خانواده رحیمی رسیدیم به میز جوائز با دو ستاره طلایی و چهار فرصتی که برای انتخاب 15 شماره دارید فقط 4 تاشو میتونید انتخاب کنید هی گفتیم آقا این ستاره طلایی این لبخند شما این جدیت بخرج خدا برکت ما جدی نیست برنامه اسمش از کودک شو باید کودک بشین این کت شلوار اینا رو باید در میوردی دیدی کتو در آوردی تونستی خدا برکت شو زیاد آره خیر ما 15 تا عدد داریم زیر 10 تا از این اعداد شمش طلا هست و زیر 5 تاش دینامیت پس سعی کنید مشورت کنید با هم بتونید که هر 4 تا رو برنده بشید باعث خوشحالی ماست چون نوروز هم هست و دوست داریم که خنده به لب شما باشه از استودیو میرید بیرون و اما عدد اول اول 10 بگید عدد 10 عدد شماره 10 اولین شمش طلا و 1,000,000 تومان جایزه نقدی و عدد دوم از بین 14 عدد باقی مانده 8 باز کنم؟ بله خب بریم ببینیم انتخاب بعدیشون چیه؟ 8 دو فرصت بیشتر باقی نمونده 8 بگیم 15 رو بگیم عدد شماره عدد شماره بگیم 15 بیایم یه کار دیگه ای بکنیم عدد 15 مال من بازش میکنم مال من خوبه؟ چند فرصت دیگه دارید؟ یه فرصت دو تا فرصت هم بهتون میدم خوبه؟ قبوله؟ میشماریم 3 خیر 3 فرصت بیشتر باقی نمونده دقت کنید ما یه بمب من باز کردیم دیگه براتون. 8 باز نکردیم 8. عدد 7. عدد شماره 8. 7. بشماریم. 3 2 1 شمش طلا و 1,000,000 تومان جایزه نقدی تا به اینجا کار خانواده رحیمی فقط دو فرصت دیگه باقی مونده اجازه بدم
امران، اول امران. عدد شماره چهار. چهار. سه تا به اون بدیم. شمش طلا و 2,000,000 تومان جایزه نقدی. آخرین فرصت خانواده رحیمی. کدوم عدد هست؟ عدد عدد 14. عدد 14. حیفا دست خالی بری. میخوای عوض کنی عدد تو؟ عوض کن. چه عددی؟ 13. باز کنیم. 13. میتونی هم انصراف بدین الان؟ نه همون 13. 13؟ الان شما 14 رو میگیرین 13 رو میدین؟ یا 13 رو خودمون انتخاب کردیم؟ نه 13 رو شما انتخاب کردیم. 12. باز کنیم. نه همون 13. نه 12. 13. 14. کدومه؟ 13. 13. خب یه سر آقای بازیقی کمکمون کنیم. من دو تا فرصت بهتون دادم دیگه، با من باز کردم. آقا ما نمیدیم شماره گفتیم. 13. ما 13 رو باز میکنیم. چون سه تا بچه دارید ایشالله که سومیش هم شمش طلا باشه. 3, 2, 1. مبارکتون باشه. فرصت ها به پایان رسید. عدد 8 انتخاب شما بود نه؟ بله بله نازش. نه بود. نه 8. 8 انتخاب شما بود. پنجم انتخابتون بود درسته؟ شمش بود. خب همه رو باز کردم؟ نه دوتاشمون. دوازده، سیزده، چهارده. یادتون خیر. خیلی ممنون، امیدوارم که لذت برده باشید. ممنونم که تشریف آوردید، قبول زحمت کردید، وقت گذاشتید. ممنونم از شما بینندگان عزیز که لابلای عید دیدنیاتون برنامه ما رو هم تماشا میکنید. ما از نظراتی که در فضای مجازی در صفحه کودکش میذارید متوجه میشیم که شما یا تماشا میکنید یا تماشا نمیکنید. خوشحالیم از اینکه باز برنامه مورد توجه شما قرار گرفته. تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که بتونیم یک برنامه پرشور داشته باشیم. ماه مبارک رمضان هم مبارک باشه. به فلسفه این ماه فکر بکنید، کارهایی رو که بایستی انجام بدیم. فقط اینکه صرفا بنوشیم یا ننوشیم یا غذا بخوریم یا غذا نخوریم نیست، خیلی کارهای دیگه هم هست که بایستی انجام بدیم. اگر برنامه ما رو تماشا نکردید تا به امروز در دست دادید، توی تلویزیون میتونید کودک رو دنبال بکنید از شبکه نسیم. تا برنامه بعد بدرود. خیلی متشکرم. متشکرم.